خب بفرمایید چه سخنرانی بکنید. حضرت امام خب بخونید، یه نفر آیه یک و دو رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تقبل الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات بالفصل. الله صل على محمد. یه آدمی مثلا فرض کنید یه افسری که با آدم صحبت میکنه، آدم قشنگ باهاش مرتب خدا داره صحبت میکنه با ما، میگه رئیس القرآن فستم اون بعد هم با انس تو، یعنی چی؟ آخه قرآن میخونم با روزنامه میخونم برای ما هیچ فرقی نمیکنه، یعنی بی احترامیه. دقت کنید، گوش کنید. خیلی ما بعض موقع دیگه بعد از این همه جلسات و اینا دیگه نمونه اول آدم میخواد دیگه ببخشید خلابات دیگه. الله بسم الله الرحمن الرحیم. امام ششم فرمودن سوره، این سوره مبارکه دو تا اسم داره، یکی اسم سوره قتال، سوره قتال، یه اسمش هم هست سوره محمد. آقای امام ششم فرمودن این سوره یه آیش مال ماست، یه آیش مال دشمنای ماست، یعنی کلاس بالا تو این آیه صحبت میشه، ردهای بالا، بهترین مؤمن بدترین کافر، اینجوری رده ها اونجوری است توی سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اشخاصی که کافرن و دارن صد سبیل خدا میکنن، مردم خدا رو نشناسن، مسلمون نشن، متدین نشن، احکام شرع رو اجرا نکنن، صد سبیل. بله متاسفانه همیشه هم ادهی اونجوری هم و دارم با خدا مبارزه میکنم. حالا به هر مقدار که خدا میفرماد اول اعمالهم، تمام اعمالشون رو من له میکنم و بمیبرم، به گمراهی میکشونم، بیهوده میکنم. و همین دیروز بلای خاملی فرمودن تمام اینا که دارن با حق ظلم میکنن چه بدونن که نابودن، دلیلشون همه آیه است. این خبرش تو قرآن اومده که الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هر کی میخواد بشه خداوند تمامشون رو ضایع میکنه، باطل میکنه، بین میبره، بیهوده میکنه، با خسران تو دنیا هم حتی موفق نمیکنه، کنال آخرت که اینا دشمن های رده اول خدا و دین هستن. این مثل ابو سفیان، مثلا ابو سفیان خیلی پوش خرج میکرد اسلام رو بین ببره و و و والذین آمنوا و عملوا الصالحات، رأسش محمد ابن عبدالله است. چون تو کتابش خدا بهش فرمود بگو به مردم که قل انی امرت ان اکون اول المؤمنین، من خودم اول مؤمنم، پیغمبر میگه بگوش قل انی امرت ان اکون اول المسلمین، من اول مسلمون خودم هستم. هرستالی فرمود هیچ وقت من به هیچ کس، به هیچ اشخاصی
نگفتم کاری رو بکنید الا اینکه قبلا خودم سخترش رو کردم، بعد به مردم گفتم اصلا قرار بکن. اینا بل جلو هم تو کار دیگه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد اللهم صل علی محمد. یه مطلبی اینجا تو ذهن میاد که خوب قابل توجه. اگر من مؤمن باشم و لذین آمن و عمل الصالحات هم باشم، چجوری عمل الصالحات هم؟ خب عمل الصالحات باید بیاد بگیریم یا بکنیم دیگه، کارا پیغمبر ببینیم، دستورات ببینیم، بکنیم. یه همچین آدمی رو چرا خدا میفرماد و آمنو به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربه؟ نگه ایمان نداشت که اصلا عمل صالح نکرد، اصلا مؤمن نبود. آخه از اول آیه نگاه کنید، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب ایمان که آوردن، عمل صالح هم که دارن میکنن. عمل صالح هم خب باید گوش کنه، یاد بگیره، تا عمل صالح که هم رو هوا نمیشه. چرا دو مرتبه خدا بهش میگه و آمنوا به ما و اینا ایمان بیارن به اون چه بر پیغمبر نازل میشه؟ اینجا حساسیت ها شروع میشه. میان حالا هستن دیگه، یه عده میگه آما مؤمنیم چه میکنیم؟ میگه آها هرچی به پیغمبر نازل شده بعد ایمان بیارید، نه اینکه یو امنو ببعض و یک فرو ببعض. یه سریاش که به نفعشون نیست یا با شهواتشون میل میکنن. قدیر مگه پیغمبر علی رو نکرد ده بالا دستش؟ پیغمبر بود دیگه، بعدم سه روز اینجا آیت آیه قرائتی فرمودن قدیر سه روز بود. راست میگه قدیر سه روز، پیغمبر سه روز اونجا باسد، سه روز تو صحرای قدیر باسد، قدیر یه روز نبوده، چون سخنان طول کشید و بس سه روز واسدن تا بیعت کردن، همه جمعیت زیاد بودش. اختلاف تو تاریخ که جمعیت قدیر چند تا بودن، کمش 120 هزار، حد وسطش 300 هزار، حد بالاش 800 هزار تو تاریخ هست. شما 120 هزار هم بگیرید، آه هزار تا خیلی آمده، دست بدن برن، دست بدن برن. تمام زن هم آمدن بیعت کردن، یه چادر زده بودن، هر سری نشسته بود توی چادر، یه چادری بس چادر بزرگ بود، مثل اینجا چادری از جلویش بغلیشون میرفت، یه تشت آبی بود، چادر از تشت آب هم رد شده. آقا دست چپشون این وره تشت تو آب بود، زن هم میمدن از اون طرف دوتا دستشون رو میکنن تو تشت رو میرفتن. این بیعت زنا بود، مردم از این طرف با دست ایشون بیعت میکردن با دست راست. خب طول میکشه، 120 هزار هم طول میکشه، خب زیاد هم تا بیان بیعت برن ترافیک بود. خب شما میگوید ممکنه یه روزه تموم بشه، پس 300 هزار، سه روزه حتما بودن اونجا. میگوید ممکنه باز دو روزه تموم بشه، پس 800 هزار بودن، چون سه روزه حتما اونجا بودن. اینقدر هم قدیر گرم بود، گرم بود که پنج دقیقه کسی دووم نمی آورد، اینقدر سخت می گذشت. آمدن همه بیعت، فاطمه زهرا آمده بیعت کرد، تمام زنها پیغمبر بیعت کرد، عایشه هم بیعت کرد، حفصه هم بیعت، همه ابوبکر عمر اول آمدن بیعت کرد. جو یه جوری بودش که نمی شد این کار نشه. شما این خطبه که پیغمبر اکرم خونده در قدیر خطبه هستش، بخونید. یه مؤسسه دینی هست تو انگلستان مال شیعه است، از 54 تا کتاب سنی این خطبه رو در آورده، همه اونا دارن، فرستاده که همه می نوشته بشه، یعنی خطبه رو همه گفتن، یه کلام دو کلام نبوده، تمام این متن خطبه که خونم هم دستون میدن هست، بوده گفتن همه نوشته. ما هم داریم مدرک، ما هم جاهای مختلف داریم و تاریخ داده بود اون کتاب نویسه که تو 54 تا کتاب سنی کدوم کتاب کدوم کتاب کدوم کتاب همه اسمشو نوشته بود. این خطبه تمامش هستش. خب خطبه رو بخونه، خب طول کشید، خیلی حرف زدن پیغمبر. خب
چرا ایمان نیاوردن؟ چرا به هم زدن؟ چرا 70 روز بعدش جمع شدن خلیفه معلوم کردن؟ هیچ. سلمان فارسی آمدش، پیغمبر اینا رو میدونستن، به علم غیبی که خدا بهشون داده بود. فرمود علی سه روز به من نماز بخون خودت و سه روزم جنازه من باش، مردم بیان نماز بخونن برن، تو همه اتاقم دفنم کن، همجا که مردم بغل اینجا رو بکن قبل بکن دفن، بعد از پلو جنازه من برو. آقا این سه روز از پلو جنازه تکون نخور. نمیدن نماز خوندن مردم اینجور بود، اتاق بزرگ نبود، اتاق 9 متری بودش، جنازم وسط، پیغمبر هیکلش دروش بودش. میمدن تو اتاق جمع میشدن دور جنازه، نه نماز و الله اکبر جمع میشدن. حضرت علی میفرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینا هم سه بار صلوات میرسن، اللهم صل علی محمد. نماز خوندن مردم اینجوری بوده، باز جمعیتی دیگه میام، باز جمع دسته با شبانه، ابوبکر، عمر، عثمان اینا نیومدن به جنازه نماز بود. اینا تو سقیفه بنی ساعده همین سه روز مردم رو جمع کردند و بیعت رو به چی بکن. سلمان اومد تو سقیفه، خیلی دلش سوخت، به زبان فارسی گفت کردید و نکردید، زبان قدیم کردید و کردید، کردید و نکردید، این تو جمله مشهور شده تو تاریخ. بعد تا آخر عمرش هی میگفتن بهش کردید و نکردید، یعنی بیعت کردید و وفا نکردید. عمر اشاره کرد بزنیدش، ریختن، انقدر زدندش که بیهوش شد. سلمان قوی بود، سلمان از این دره آدم بیاد تو با یه دست هممونو میکشه و میره، پای شوخی نگیرید. چون به امام ششم گفتن که آه وقتی علی رو از خونه داشتن با تناب میبردن که بیعت بگیرن، سلمان هم تناب انداخت بودن، گردنش میکشیدن، ابوذر هم میکشیدن، مقداد هم میکشیدن، اینا بیعت. اون روز زبیر هم حمایت میکرد، زبیر هم میبردن، زبیر انقدر دفاع کرد که اصلا گردنش هم ایب کرد. سلمان تو نگاه میکردن که علی هر کاری بکنه هم کارو بکنه. شاگرد امام ششم که آقا اومد علی شمشیر میکشید، سلمان میتونه شمشیر بکشه؟ فرمود والله امام ششم سلمان دست به شمشیر میکرد کل کره زمین رو میکشت، انقدر قوی بودش، قسم خورد انقدر قدرت داشت، پیر مرد پپ پپ ناب. ما داشتیم همین جشن سوم شعبان دو سه روز دیگه داریم، بله همین داشتیم به خونه میان آمده کنن طول میکشن، پنج چهار شنبه میان چراغ میزنن پر. ما سه چهار تا برنامه تو خونمون داریم که خب شلوغه دیگه کش، به نظر همین سوم شب من بودش توی ذهنیت میگم نکنه ماله، نه ماله از زهرا، چون من خودم اونجا هستم، ماله قدیرم هستم، نه همون سوم شب هم. چون اینا میان کار میکنم، ما میرم خب بعد از اون کار داریم خونه با چای داریم درس میخونیم، میرم اونجا که خامم اونجا میرم اگه بخوام بخوام، چون اینجا شلوغه. صبحش خوابیده بودیم خونه، خواب دیدم که من تو مدینه هستم و جنگ خندق هستش، یعنی دور مدینه خندق کندن، لشکر ابو سفیان دارن میان، خیلی ساکته، خیلی ناراحتن، همه رسول اکرم بودن، خیلی ناراحت بودن، خیلی جنگ خطرناک بودش و سلمان فارسی داشت با شتر به دستور پیغمبر اساس جابجا میکرد تو مدینه، اساس و شطور من میدیدمش هیکل و بدنم. صحنه خواب عوض شدش، خواب که دست دیدم که سلمان یکی از این ماشین ها هستش که دو تا چند صندلی جلو داره عقبش میشه بار زد ماشین، آره این همچی ماشین بزرگم بودش، داره با اینا اساس جا بجا میکنه که خب خواب دیگه اینجور شد. یه صحنه عوض شد، دیدم من توی این ماشین نشستم دارم اساس جا بجا میکنم، و پیغمبر اکرم به فاصله 15 قدمی واسطه بودن، ایشون به قد بلندی راحت بودن، خیلی چون جنگ خیلی مشکلات داشت، ایشون تشریف بردن نزدیک ماشین، مثلا واسطه بودن سرشون سر بالای ماشین هم بالاتر بود، دست کنم تو ماشین دستورایی دادن به من، یادم نیست ولی یادم حرف میزنن که من مثلا لابد اینا کجا ببر چی کار. بسیار خوب، این خواب تمام شدش،
ما صبح شده باشید ما چون اینجا شلوغ میشه رفتیم اون محل که درس میخونیم بعض وقتا که مینویسم میخونم طول میکشه بعض وقتا درازی میکشم بیحال میشم دوباره مشغول ولی خواب اینا نیست تو کار یه دفعه تا دراز کشیدم خوابم برد دیدم دارم اساس جابجا میکنم تو مدینه بس این خوابه تو ماشینه کار هنوز دوام نشد فکر کردم کاری که ما میکنیم عین ثواب همون خب برگردیم بعد خدمت شما شد که بعد اشاره میکرد عمر که از رو شکمش را برید بمیره عمدی خیلی رو شکمش را رفتند و هی لغت کردن ولی نمورد ببینید یه همچین بسات هایی بوده چرا اینجور شده؟ هیچ تعجب نکن هیچ اصلا 1400 سال سال اسلام اومده توی ایران ما و تشیع و شیعه بودن تا آی خمینی انقلاب کرد تا این همه که دیگه همه رو میدونید سال 88 کی مقابل کی واسطه بود و کی میگفت لعن بر خامنه ای آخوند دنیا اینجوره دنیا رو مثل همش داره تکرار میشه حکومت که بیاد وسط هیچ که هیچ کسی نمیشنست یه همه حکومت است که شاه عباس دوتا پسراش رو کشت که خیال کرد شاید میخوان قیام کنن چشمه پسرش رو نادش را در آورد خیال کرد شاید میخواد بر علیهش باشه بشه حکومت نابود همیشه تو تاریخ هست همیشه یه مسئله همه سر شب از من پرسیدن ماله ارث و میراثی بود و بالاخره به سوال کشید من خودم شاهد تقسیم ارث و میراثی بودم که مدت ها تو دادگاه و دعوا و کشواکش و گم شد برگیری و دعوا ارث کی میبره؟ ارث برادر خواهر مادر ارث که قریبا نمیبرن برادر خواهر میزدن همه فحش میدادن سر پول حالا تا چی شد؟ دنیا اینطوریه آیت الله سعیدی میفرمود برید دم این دادگستری تهران واسید شلوغ همیشه پله ها میرن بالا میان پایین میرن بالا میان که هیچ کس سر معنویات با کسی دعوا نداره یاسین ثوابش بیشتره این میگه سوره الرحمن بیشتر زدن به تیپ هم دعوا اومدن شکایت میگه آه بخون دعوا نداریم تو اونا بخون سر معنویات هیچ کس دعوا نداره من بزنم میگم نماز شب بخونیم سر شب بهتره اون میگه یه خورده یه ساعت بعد دعوامو شده اون دادگاه نه دعوا همش سر اسکناس 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 بگو تا آخر عمرتون بعدم کم میاری دعوا سر مال سر تو در آخرت کسی در سر ریاست ها دنیا دعوا سر چی بله دیگه شده اینجور دیگه این همچه بساتیست که شما بیم عرضم بر این که کسانی که ایمان آوردن و ایمان هم دارن این دومیش همون شیعه بودنه و هوال حق من ربهم پیغمبرشون رو نصب کرد خدا گفته کفر عنهم سیئاتهم و اصلاح بالهم اگه من و شما راست راستی شیعه باشیم که انشالله هستیم و راست راستی هم عمل صالح بکنیم که انشالله میکنیم علامتش اینه دم به دم بدیامون کم میشه کفره خدا میکنه سیه یعنی بدی زشتی یه ماشین تصادفی ناجور بردی پلو صافکار یا آیه دو هفته کار داره روز سوم رفتیم میره نه یه کاره کرده یه جایشو صاف کرده ولی مشغوله روز ششم بیرینیم نه خیلیشو صاف کرده و داره مشغول روز آخرم دیگه صاف و رنگ و خشه کفره یعنی هر روز بدیامون کم میشه کفره یواش یواش دیگه اصلا دروغ نمیکن غیبت نمیکن دزدی نمیکن به ناموس مردم چی نمیکن نماز شب خون میشه یواش یواش میره جلو و اصل حبا خدا یه علامتشه و هی وضعشون بهتر میشه بهتر میشه بهتر میشه دنیا آخرت هی بهتر میشه دلیل اینه که این تو خطه تو جاده است داده این قول خدا چیکارش میخوای بکن چی بخواییم به خدا بکنیم یه خورده جلوتر میام همین قول و خط چهارم پنجم باز خدا داره میده تو همین صفحه
راجب مقتولینه و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اینا که کشته شدن هیچ کاراشون خراب ضایع نمیشه. سیهدیهم، اینا رو خدا هدایتشون میکنه. خب اینا که هدایت شده بودن که شهید فی سبیل الله شدن، بله، بعد از شهادت بهشون علم میده. چه میده؟ چه میده؟ آیت الله شون میکنه، عالم خد علماشون کمالاتشون میده که داره میگه میکنه. و یصلح بالهم، هی و ور به ور وضعشون بهتر میشه بعد از مرگ دنیا که شهید شدن. و یدخلهم الجنه، تو بهشت خدا میبردشون. عرفها لهم، بهشتی که معرفی کرده. حالا نمیخوام بگم خواب و چه و فلان، ولی خب برای من خوبه. ای بنده خدای بود از همه شهریامون، یعنی پسر دخترم اون بود، بنده خدا کارمند بانک بود. این هنوز انقلاب پیروزم نشده بود، تو هم دعوه ها بودش، مثلا شاید یه ما بعدش انقلاب پیروز. این کارمند بانک بود تو قسمت کشاورزی باغش. جمعه ها اینا بعد سر بزنن به باغ، چون باغ قربانی غیر از کار من باید آب بدن چه خرابی. من خود صبح زود با موتور داشته میرفته، از این ماشینا که جلوش را میره پشتش بارو نمیبندن، خود موتورش را میره، یه اسمی داره، اسبش را میره، پشت آره پشتش نبوده، این داشته میرفته تو خیابون، ندیده این، ندیده اون، ندیده زده بش. صبح زودم بود، خب ناجور شد و این بند خدا کلش کرده با بردش درمانگاهی. این داشته از پلا درمانگاه میبرده بالا، تا اونجا زخمی و اینا بوده، یهو با سر میاد پایین و میمیره. چون جنازهش نبود، یعنی پیداش نبود تا دو سه روز دنبالش بودند و بعد آخرش تو سردخونه پیداش کردند. اون طرف هم نمیدونم فهمیدن گرفتن یا نه، چون بره کرده و رفته بود، اونجا انداخته و رفته. بعد وقت تا این خبراش که چی و اینا، این مقدار گرفتن که ماشین بهش زده آورده اینجا تو راپله بود. حالا بعدا چی شد اون ماشین نفهمیدم، چون دنبالش بودن. من خدا رفته گرزونیم، بسر خیلی خوب بودش. یه حیعتی داریم اصلا جمعه که الان هم ادامه داره، این اونجا می آمد که اوقات سوال جوابه هم از من میکرد، حالا همه میکنن خودشون هم میکرد راجب قبر و برزخ و قیامت. همیشه بچه اونجوری بود. خب حتی بعد جنازه پیدا شده، حتی برای دفنش من تا قومم رفتم، حالا اونا چند روز بعد، چند شب بعد خوابش دیدم، خوابش دیدم که طول کشید این خوابه، مثلا اگه تایم بذاریم مثلا شاید سه رو طول کشید، این خواب یه لحظه نبود، طولانی کار هایی انجام میگرفت. من برد تو اون خونه که تو عالم برزخه، من میدونستم اینجا عالم برزخه، اونم میدونست مرده است، منم میدونستم خوابه اینجوری بودش، باشن سوال جواب میکرد. اما من از وضع خونه میفهمیدم چرا این خونه رو بهش دادن، من میدونستم وضعش، دینش، اعمالش اینا. گفتش که هر استعلی فرشته فرستادن به من درس میده، چون در دنیا توفیق پیدا نکردم درس اینا بخونیم، درس میدن که معلوماتم اینجا زیاد بشه. میخونن تا ده برابر آی خمینی هم درس میخونن، میرن بعد فرشته ها میرن همینه. یهدیهم سیهدیهم و یصلح بالهم. و وقت منو برد گردون تو اون محله. یه خاله مادری ما داشتیم، خیلی زن مؤمنه خوبی بود، حالا اون که از دنیا رفته خیلی هم زیبا بود، حالا چون خاله ما بود، خاله مادرم نشونم داد خونه شد، توی چیز نشسته بود تو پنجره طبقه دوم، همونجوری بود و اینا. گفت منزلش اینجاست، جاهای مختلف رو به من نشون میداد که اینجا اونجور اونجور میدیدم، مثل این خونه ها اینا. بهش گفتم که خدا نمازات رو قبول کرد، خیلی با تعجب گفت پس نکرد. خب الحمدلله کرده دیگه. بله بله بله، ببینید خبر یا اون طرف. بله دیگه، برگردیم. اینا رو خیلی جد بگیرید. حرف ما اینه و دین ما اینه، خوب داریم میبینیم که آه علی ابن ابی طالب و خدا به پیغمبر کن نسبش کن، نسبش کرده. دلایلم مونده دیگه، میگم 54 تا کتاب سنی کل این خطبه رو بخونید، ولی اون یه بارم شده بخونید، خیلی مطلب توشه.
خیلی با دقت با معنا. خب نصف بردنده خب میگفتش که سنی داشت به شیعه بحث میکرد که ابوبکر مقامش بالاتر یا پیغمبر. شیعه خب میگفت علی سنه، میگفت او. شیعه گفتش که اصلا ابوبکر عقلش از محمد بیشتر بوده پیغمبر. سنه یا اونجا خب دیگه اینا که نباید بگوی پیغمبر. گفت چرا نگم؟ او وقت از دنیا میره میدونست که اگر کسی رو معلوم نکنه میفتن به جون هم بزن بزن تا قیامت. گفت بعد از من عمر باشه. عمر ابوبکر من خب عقلش نرسید که این ملت اینجوری اگه معلوم نکنه دعواست. همجوری ول کرد. اون عقلش بیشتر نبوده. خب باید بگه بله دیگه یا بگه نه. اونم معلوم کرده، میگه پس چرا زیر بار نرفتید؟ اگه بگه عقلش بیشتر بده میگه معلوم کرده. اگه واسه جواب نده، مگه سنی نمیگه من سنت محمد انجام میدم؟ سنی یعنی همین سنت. وقتی پیغمبر معلوم نکرده غلط کرده. او بک معلوم کرده هرچی پیغمبر کرد، اگرم معلوم کرده باید اطاعت میکرد. شوخی نداره. کاری که پیغمبر نکرده چرا کرده؟ پیغمبر صلاح ندیده کسی رو معلوم کنه. گفته خود مردم معلوم کردن، تو غلط کردی معلوم میکنی. تو عین پیغمبر باید عمل کنی. یعنی تو بیشتر پیغمبر اختیار مردمو داری. همین حرفا اون وقت پیداش میشه. اگر نه پس عقلش بیشتر و حضرت عباسی بیشتر بوده. اگر اونجوری بوده شوخی نداریم. من میدونم الان میبرم ورسه میفتن به کشت کشتار. خب وصیت کن، سفارش کن. خب با عقل با دین خب میدونیم به جون هم میفتن. یه چیزی بگو. من که خدا یه دهی هم میخوام برم یه جای بیام، میدونم من برم بیام کشت کشتاره. خب یه نفر جا خودم میذارم، یه نفر چی میکنم؟ یعنی که خدای بی عقل بی دین خری هست. شوخی نداریم. گفته خب چرا اون عقلش بیشتر بوده؟ گفته یعنی راست بود. دعوا میشه. خب دعوا نشد. دین سر ابوبکر دعوایی نه سر عمر. خب اون باش. ببینید داستانای اینجوری داره میگذره. علامه امینی پا شده را افتاده کتاب هار که الحمدلله نمیخونیم ولی زحمت هار کشیدن. 14 جلد کتاب اینجوری طولانی تو عمرش این ور اون ور خیلی دانشمند بود. از کتاب های سنی ها یه دونش از کتاب شیعه نیستش. جریان قدیر رو در آورده که آقا قدیر واقع شده و علی نصر شده. این دانشمند نمیشته اون داره بخونید بخونید. وقتی کتابو چاپ کرد منتشر کرد تو عراق، دولت عراق سنی بودش، علامه امین رو گرفتندش. گفتن تو میخوای شکاف بندازی اونم چی کنی؟ گفت این کتابای من اینجا هستش. آی حکیم عمل به تهد دنبالشو گرفت، قدرت داشت گرفت. بازش کنید. اگه یه دونه روایت مال شیعه بود در جا کتابا رو بسوزونید منم بکشید. اگر همش مال سنیا بود تمام علماتون رو بکشید، تمام کتاباتون هم بسوزونید منم یکیش. پیدا نکرد. تو 14 جلد یه روایت که مال شیعه باشه پیدا نکرد. 22 جلد شد آجا ولی چاپ بود. بنیاد بستر 22 جلد کرد. بله زیادش میکنن شهر میدن خود چاپ میکنن ایناش. ببینید بفهم بنیاد بستر 22 جلدش کرد. کتاباری خوردم چه قشنگتر رو جلداش زیاد میکنن خانه در باشه. چه زحماتی کشید. رفته 22 جلد مدرک از اونا در آورده. مدرکی که موجوده تو کتاباشون هست. خب چرا زیر پا این کار شده؟ پیغمبرم کرده. علی خالی هم نبوده، حسن هم بوده، حسین هم بوده، 12 امام هم ده. من سال 63 رفتم مکه حج به جبر. سال 60 قبلش شنیده بودم دعواش در عربستان. یه چند تا جوونا یه خورده درس میخونن، اینا دانشجو علی این شده تو دنیا، اونا خورده حرف میزنن. خورده اصلا علت این که ایران انقلاب پیروز شد همین دانشگاه ها باعث شد. فیزیک و شیمی و درس دادم رو روشن میکنه. اما در روشن زود میفهمه حرف درست و غلط. با کار خوبه تونست حرفش رو جا بندازه. درس میخونند. خب مطلب تو کتاباشون گفتن که آه توی 6 تا کتاب های صحیح ما هست. تمام الان هم هست تو کتاباشون. جاهای مختلفش گفته که پیغمبر فرموده الائمه من بعدی 12 کلهم من قریش. امامان بعد از من 12 تان همشون هم از قریش هستن. قریش طایفه بوده،
خودش، طایفه خودش. یه جای این کتاباشون هم یه دونه این روایت باشه کافیه، چون اونا این شیشت کتاب صحیح میدونه، میگن صحاح سته، کتاب های ششگانه زیاده ها، خیلی جاشه، بیشتر از بیست و چند جاشه. جوان ها تحقیق کردن این حرفی که تو کتاب ها هست فقط به مذهب جعفری اثناعشری میخوره، از 73 فرقه فقط ما ایم که 12 امام قریشی داریم، هیچ کدوم دیگه نداریم، هیچ کدوم. اسماعیلی ها 7 امام هن، اونا چند امام هن، اونا کسان بی امام هن، یه امام پس امام میاد که سر کار بیاد بشه امام، حالا شو 1000 تا امام شد. و از قریش هم وقت نیستن، قریش تایف های دیگه هم اومدن دید، مثلا خود امین ابو حنیفه که امام سنی هست، مثلا ایرانیه، قریشی نیستش، همه امام هاشون ایرانه. میان خب اینا قریش گفته، بله ما امام هم امیرالمومنین حسن، حسین تا امام زمان هم بچه های عبدالله و هاشم و قریشی هم دید، هیچ کدوم نیست. درگیری و درگیری و کشت و کشتار، فرار کردن تو مسجد الحرام، تحت تعقیب نکشندشون، تو خود مسجد الحرام بغل کعبه همشون رو کشتن. تیراندازی هایی که به در دیوار شده بود هنوز جاش بود، به مصال رفتیم جاش بود که اینجا هنوز نیمده بود تعمیر کنن، وقت نشونه، فکر کردم میرن کنار کعبه نمی کشن، کنار کعبه تمیز همه رو کشت، هنوز در دیوارا زخمی بودش. خود جوانای خودش میگن آقا تو کتاب های خودمون نوشتیم، کاری به شیعه نداریم، نه نه بگو میکشیم، کشتندش. وقتی میرسید به آمن و آمه و آمن و ایمان میارن به اونچه بر پیغمبر، تعجب نکنید بابا من که مؤمن شدم، عمل صالح هم که کردم، اگر نه که به من نمیگفتی خدا آمن و عمل صالح، خودت گفتی. بله چرا به علیش ایمان نمیارید؟ این تیکش رو قبول نکرد. این حق از ربه. اون وقت این کارا داره میشه. این همیز تو طول تاریخی حرف ها بود. چند وقت پیش گفتم براتون، باز خیلی این حرف بزرگیه. این آقای که الازر مثل آقا هست، آقاشون مفتی بشون به. ششل توت که مرحوم شد و اون گفت مذهب جعفری عمل کنید، فتوا داد، یه آی بعدش هم فتوا داد. این آی برجردی خیلی نامه نگاری کرد و خیلی صحبت کردن با هم زیاد. به سنی ها گفت فقه جعفری هم عمل کنید، نه حنفی، حنبلی، شافعی، هر ملی جعفری رو عمل. این چند وقت پیش گفت روزنامه هم گفتن، خب منم میشنم، گفته بوده در قیامت فقط شیعه اثناعشری میتونه بگه که من عملم مطابق چیزی است که از لبای محمد اومده بیرون. الله الله حدیث سقلن که آی خمینی تو وصیتنامه‌ش هم نوشته، امشب وصیتنامه خمینی رو بخون. تو نخونید آی بیرون، بیخون فکر کن رو جملهاش رو بخون قشنگ کن. بعد که روایت رو میگه، بعد از سنون میگه به طور متواتر این روایت تو کتاب شما هست، صحاح شما هست، تو اصیت نام 300 جای کتابشون هستش، چون راوی زیاد داره. بعد میگه خب چرا عمل نمی کنید بهش؟ تمسک چرا نمی جوید؟ این 12 امام راجع به دین حرف زدن، حالا مردن خب مردن، خب فقهتون رو مطابق دین پیغمبر که گفته که دیگه، نه علی زنده است که عمر رو بکشیم پایینم منبر علی رو بشونیم جاش، نه علی زنده است، اونا که رفتن. ولی حرفاشون که هست که خب چرا تمسک نمی کن؟ آی برجردی هم همینو هی می نوشت به اون شیخ شرطون، هی مدرک می داد که آها شما دلیل باید روایات معصومین ما رو به دستور پیغمبر تمسک کنید. این رساله ها دیگه هم دستور همه رو گفتن، خیلی نام رفته آمد، قبول کرد، گفت بله فقه جعفری. این گفت صاف، گفت قیامت ما خدا میگه من ابو حنیفه کی گفتم؟ تو قرآن گفتم، پیغمبر بود، پیغمبرتون رو دفن کردی، 100 سال بعد یه زن ایرانی ننش حامله میشه، بچهش میره طلبه سن نمیشه، اونم 2 سال درس بخونه، 2 سال با 2 سال خادم چقدر سواد داره. کاش کتابش رو میآوردید، 20-30 سال صبر میکردید تا خط به خط کتابو بخونم براتون. غلط ادبی، غلط روایی، غلط قرآنی، همش غلطه. من غلط میگم،
دو سال که چیزی درس نمیشه خون. خودش هم اول کتابش گفته لولا سنتان لهدک نعمان، اسمش نعمان بوده. من دو سال پدوه من جعفر صادق درس خوندم، اگر این دو سال نبود هیچی بلده بود. گفت نه چاپ میکنه. آبا دو سال فکر کسی چیز نبیاد. منصور دوانی رو گفت فقه بنویس، من حمایت میکنم، هر کس از این تقلید کنه چی میکنم، پول میدم، حقوق میدم، اونجا نرید درس بخون. همه زوب بولتی حالا اومد. خدا رو شما ببین، خدا یه کارایی میکنه که فقط چون خداست. چی کارش میخوای خدا رو بکنی؟ این منصور ابو حنیفه که امام شد و به حساب فقهش و همه تقلید میکردن، یعنی دین مذهب شد دیگه، مشهور و اینا، خوب دیگه خیلی جس و قیافه و احترام. منصور دوانقی بهش گفتش که قاضی خان، قاضی تربیت کن برفرست و قاضی به درس بخونه. این چند تا قاضی که فرستاده بود، حکومت ها که میرفتن تو شهرها به قاضی ها زور میگفتن، یعنی پسر حکومت که امروز یه دختری رو زنا کرده بود محمد پلو، قاضی حق نداشت کاری کنه و ببخشید و خسته نباشید و اونم میگو برو پیکار. یادتونه پسر رضا شاه دختری رو تو فیلم که معمای شانشون میداد، مرد رو خواستن زدندش تا گفت راضیم و رفت. اینجوری میگه ابو حنیفه ترش کرده بود، گفتش که این قاضی هایی که من میام حکومت های شما نمیزنن، اینا درست قضاوت کنن، باید به نفع اونا هرچی اونا میگن بکنن، من معلوم نمیکن. یه خورده جست گرفتن رئیس بود. منصور دوانه گرفت زندانش کرد. حالا منصور دوانه که خودش میگه اطاعت این واجبه، و خود این ابو حنیفه سگ که میگه اطاعت منصور واجبه، نوشته تو کتاب میگه منصور خلیفه است، خب چرا گوش نمیکنه بهش؟ میگه واجبه، خود میگه واجبه، خود میگه قاضی معلوم کن، معلوم کن دیگه. گرفت زندانش، گوش نکرد تو زندان، خیلی سریع گفت نمیکنه، گفت بزنیدش تو بمیره، زنندش تو مرد، خودشون کشتندش، منصور کشتش، دفش کردن تو بغل. خدا میخواد جلو چشمشون منصوری بکشدش که خود این میگه اطاعتش واجبه، خود منصور هم میگه امام واجب الطاعت، تا ببینید دینشون چی جوری. خیلی واضحه، خیلی واضحه. ببینید اینا رو خدا میکنه که حجت باشه، حجت باشه که ببینید چه خبره. رو با برم بهش، برم و کاری ندارم، خب برم تشخیص بدن را رو پیدا کنم برم بهش. حالا پشتش ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، اونی که حرف باطل رو تبعیت میکنه کافر. به درستی که کسانی که کافرن تبعیت باطل میکنه. خب وقتی میبینی باطله چرا دنبالش میری؟ و ان الذین تبعوا الحق آمنوا اتبعوا الحق. مؤمن از نظر خدا کسی است که اون که درسته تبعیت. داشتن تو مسجد مدینه مسجد ساختن، مسجدی که پیغمبر داشت دیوارش میکشت، همون سال اول بود پیغمبر زمین خرید داشت دیوار میکشت، دیوار به قدر یه انسان داشتن کار میکردن دوچه و فلان اینا. توی فیلم که زمان طاغوت لیبی درست کرد، اسمش محمد رسول الله است، توی فیلمه حالا هم گاهی نشون میدن این هستش ها، دارن دیوار میکشن، هستش فیلمش هست، دارن دیوار میکشن. متوجه خود پیغمبر هم نشون نمیدادن، و حمزه واسط معلوم بود عمر پیغمبره، تیکش نشون دادن که آقا شما کار نکنید. و آقا حمزه و پیغمبر همسن بودن، درسته که عمو بودن ولی حسنشون. آدمایی که بچه زیاد دارن گاهی اینجور میشه، گاهی پسراشون با نواهاشون همسن میشن یا گاهی بیشتر. بچه های عبدالمطلب هم ارزم بر این که آقا فرمود خب شما هم همسن منی، یعنی آقا گفت شما پیر مردی کار نکن، گفت شما همسن تو فیلمه، یعنی تو که داری کار میخوام منم مثل هم همسن نون داشتم میکشیدم. من گرد خاک میشه دیگه، دیوار زمان سابق و دیوار رو هم میشه. عثمان اومد بره، عثمان مال بنی امیه بود، وضع مالیش خوب بود، حالا بجز مسلمان بود. این آمد بره این آستینش اینجوری گرفت، گرد خاک بود اونجا کرد میشد، گرد خاک تو بیلش نره. عمار یاسر بعدش اومد، عمار یاسر داشت کار. عمار یاسر که الان در اینجا را میره 6 سال سنش از محمد بیشتره. به این واضحی میگم بگیرید قشنگ، عمار یاسر بچه نبود و الان پیغمبر چند سالشه؟ الان 54 سالشه، این 60 سالشه. عمار یاسر، عمار یاسر نه کاله چون مسلمان سنش کمه،
پدرشان که کشتن، مادرشان که کشتن، اینا خیلی چیزن بودن، خیلی حزب اللهی بودن به قول. اما رسول بعدش اومد گفتش که خجالت نمیکشی پیغمبر داره کار میکنه، تو اینجوری آسین تو گرفتی که همه اینا اخند تو فهم تو فقط آقایی. اینم بعدش اومد، اما دید اگه با انبار در بیفته انبار مثل بسیجی های حالا بازم سپاهی ها این مچلش میکرد به همین میترسد از انبار، انبار فیزم بانیمسد از اون بخوره، جرات نکرد به انبار چیز بگید. اومد به پیغمبر گفت ما به تو ایمان آوردیم که هر کس و ناکسی هر چی میرسه به ما بگه. خب آیه نازل شد در این ارتباط، آیهش میبریم تو سوره حجرات، سوره 49 بله سوره حجرات چند تا برق چند برق اون برتر آخرهای سوره حجرات صفحه 517 است، سه خط با آخر. آیا آمد یمنون علیک ان اسلموا، آنها بر تو به مسلمان شدن منت میگذارند. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بهشون بگو که اسلامتون رو به من منت نگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه اگر راست میگویید و ایمان حقیقی دارید خدا بر شما منت داره که شما رو به سوی ایمان هدایت کرد. ان کنتم صادقین، اگر راست بگوید. این دلالت واضح به کفر عثمان داره، اگر راست بگوید. نه خدا هیچ وقت اگر راست بگوید با شک با مؤمن حرف نمیزنه، این ایمان نداره. اگر راست بگوید، راست هم که نمیگوید. این آیه نازل شدش باشه. ببینید این مسائل داره. اومد توی این دعواه پیغمبر اما شکایت کرد. الان این آیه که بعد اومد پیغمبر فرمود عثمان عمار همیشه با حقه و هر جا حق باشه عمار اونجاست. این گفته شد، همه هم شنید. پیغمبر به زولی تحریم از کسی نمیده، عمار همیشه با حقه و هر جا حق عمار اونجاست. یه مطلب از خود تو این دعواه اینم گیره عمار. همه میدونستن، شنیده بودم، مثل افتخار همه جا میگفتیم. سهرای صفین عمار یاسر شهید شدش. اینقدر این روایت رو گفته بودن، شنیده بودن، افتخار آموشون میگفتن که چو افتاد تو لشکر معاویه که پیغمبر گفته و انبار تو رو گروه سرکش میکشنده، اینم گفت تقتل و کلفعت الباقیه، یک گروهی که سرکشن به خدا تو رو میکشن. گفت انبار کشته شد، پیغمبر به این گفته تو همیشه با حقی. حالا اصلا الان هم نباید سرسا بخونن، خب انبار اون ور بود، خب همه الان معلومه انبار با علیه، خب نباید این ور باشن. حالا پدر سخلی و گفتن گروه سرکش تو رو میکشن، پس ما ایم که کشتیم، پس ما سرکش. اصلا سرسده افتاد تو لشکر معاویه، این هیچ کس شک تو این روایت نداشت. معاویه دید الان به هم مریضه ورز اینا و ما برمون پیغمبر رو شدیم. جمعشون کرد سخنرانی کرد، گفت نه ما انبار رو نکشتیم. بله پیغمبر این حرف رو زده، عمار اونی کشتش که آورده مقابل ما، علی کشتش، آوردش مقابل ما کشتش. حالا خدا رو شما تماشا کن، یزید پلیش واسه دوست، یزید سنش کم نبود، سنش سیار بشه 40 فلان، پسر شاست دیگه. یهو گفت اگه اونجور باشه پس همزرم محمد کشته، برای اینکه اون بردش مقابل لشکره باید کشتش. آقا به قدر معاویه وزش به امریک، به قدر عصبانی شد، به قدر چی گوه اگه پسرم بودی در جا میکشتم دیگه. چیزی نگفت مردم را بیدینی ول کرد، رفت دیش. جوابشو خودت یزید داد، گوه اینجوری باشه بس همزرم محمد به اون بردش مقابل. ربی دنیا چه خبر خبر. معاویه مرده بود، جنازش دفن کردن، برگشتن. سران بنی امیه موافق نبودن معاویه چیز بشه، یزید کاندید خلافت بشه. به محبتی که به حکومت بنی امیه داشتند سرانش، یکی از کسایی که شدیداً مخالف بود عبدالله زیاد بودش، اون از سران از رجال بودش.
حرفشون هم این بود به معاویه که تو با این بلد نیست، صبح تا شب تو مال سگ بازی و دختر بازی و میمون بازی و غرق خوره یا خب بلد نیست اصلا، حکومت جنگ میشه سوال بشه همشه نمیشه خب این بلد. اونم اصرار داشت که این باید جانشین من بشه. معاویه داشت از دنیا میرفت به یزید گفت پسر من به زور از همه برای تو بیعت گرفتم. بله به زور از گرفتن بیعت. سر جریان همین یزید عایشه کشته شد توسط معاویه. این آمده بود مدینه، از حج برگشته بود مدینه، میخواست بیعت بگیره برای یزید. منبر قبل از اینکه بیاد مدینه که چند تا شتر چوب و نجار و اینا فرستاد که اون منبر سپله پیغمبر کثیفه دیگه، میکروب داره، یه منبر بزرگ اونجا مثل منبری که من تو شام دارم درست کنید، من رو اون منبر میخوام سخنرانی کنم. اون خلیفهش مثلا که تو مدینه بود از طرف اون نامه نوشت بابا این منبر مقدسه، ما چش میکنم چیز فلانه، چی چرا من دست دور فلان چی میشه اینا؟ نگفت نه هم که من میگم آقا شطب چوب است، این همه را چوب نجار اینا اومدند و این منبر بزرگی درست کردن، حالا یه روز میخواد بره منبر، اون منبر هم انداختن تو آشغال. اون روز که منبر رو ورش داشتن هم زلزله شد هم خورشید گرفت و از به هم ریخت از بده برای خندخان دور گوش نکردن، گوش نمی کنن. حالا اومده رفته رو منبر داشت تعریف میکرد که از یزید با تقواتر، با سیاستتر، دانشمندتر، مدیرتر، شجاعتر، هر تعریف اصلا من سراغ ندارم رو منبر، منت به شما میگذارم که یزید جانشین منه، خدا منت این اتاقی که عایشه دوست زندگی میکرد که اتاق پیغمبر بود در وام شد به مسجد، عایشه هم هیکل درشت داشت، صداش هم خیلی بلند بودش، یه پردر زد کنار گفتش که ماویه این که پسرت رو جانشین خودت میکنی در این عمل به کی اقتدا کردی؟ کی این کار کرده که تو میکنی؟ به پدر من اقتدا کردی؟ به عمر اقتدا کردی؟ به عثمان اقتدا؟ به کی اقتدا کردی؟ این اصلا منتظر یه همچی سوالی نبود، پیغمبر که پسرش رو رسم نکرد، ابو بکرم که پسرش رو رسم نکرد، عمرم نبود، پسرم شورا شیش نفره بود. خلیفه شما رو خواستن هرچی هم بفرماد، شما ناراحتید، خون میگفتید قبلا میگفتید آقا با احترام توشک انداختن روی قاطری و سوارش کردن تو با سوت و صلوات و احترام و اینا آوردنش خونه مروان که به حساب صحبت قبلا یه چاهی کنده بودن توش آهک ریخته بودن، روشم پارچه انداخته بودن و نمیدید نداشت خاک ریخته بودن که با قاطره یه رفت بفر. ما همجوری رفت تام رفت پایین آب ریختن و آهک ها تو در جا بود شد، فقط معاویه سر شکر تو چای گفت عایشه نپخته بودی حالا پخته شدی، تو جهنم با هم صحبت میکنی، گفت تو جهنم با هم صحبت میکنی. فردا برداشتن با چوب و پنبه و تخته و اینا یه جنازه درست کردن که عایشه دیشب مرده، تشییع جنازه و شلوغ و پلوغ و وام و مسلمان ها و ام المؤمنین و سر و صدا و اینا. حالی نداشته باشید امام حسین عصر که شبش میخواستن زنه رو اینجوریش کنن عصر تو مسجد النبی، آخه سه چهار تا مخالف داشت یزید، یکیش امام حسین بود بیعت نکرده بود، یکیش پسر عمر بود، یکیش پسر زبیر بود، یکیش هم پسر عبدالرحمن بن عوف بود، اینا بیعت نکرده بودن که با همه اینا درگیر شده، امام حسین که اونجور شهید شد با اون دعوا با اون همه اینا درگیر، اینا تو مسجد بودند، مسجد نبی بود، عصری بود، امام حسین هم بود. قضیه صبح هم که همه شنیدن که عایشه اینجور حرف زده، اصلا منبرش بند اومد، اصلا پا شده رفته. آقا فرمودن به چهار نفر سه نفر دیگه که خودشون هم بودن، فرمودن امروز عصری حساب این زنه رو اینا میرسن، یعنی میکشن. اینا می گفتن اگه اینجور کشته بشه ممکنه درگیری چیزی بشه، اینا مناس نباشیم چون کشتار و اینا وقت چیزی بشه، پاشون خودشون مواظب باشن دعوایی که مثلا این به اون گفت اون به اون گفت اون گفت فرد چه نظر آوردن تن مردم کسی گریه نمی کنه پس پس ما ببین از که همه میدونن که این چوب و پنبه و ایناست، کی گفته؟ تو
تو خونه هیچ کس نبود، واقعا هیچ کس نبود، همون ولد از اونا خودشون بودن، معاوی و یزید و مروه، هیچ کس نبود، مخفی مخفی بود، این جنازه مخفی درست کرده بود. آقا ساواکی ها شروع کردن به چیز کردن، تحقیق کردن، تو از کی پرسیدی؟ تو از کی پرسیدی؟ به دقت خبر رفت تو مسجد و رفت رسید به امام حسین، دیدن خوی علم غیب بوده، اصرش اون گفته علم غیبی. تازه اگه این آفتابی کنیم، اولا همینا که مخالفند، خب اونا مخالفم صاف صاف هستن مخالف، حالا دیگه اینم شده، تازه اینم بیاریم جزاش مزیت میشه برشون، سر زرا خواب بوده چی نگفتن، بردن جنازه دفن کردن، قرابره که شما میبینید هم چوب انداز دفن کردن، همچین برنامه سر همین یزید شد دیگه، این دعوا این شد اینجوری شد. میخواست از دنیا بره، معاویه به یزید گفت، گفت پسر سه نفر بیعت نکردم با تو، چهار نفر، حسین بیعت نکرده نتونست بیعت بگیره از این، پسر عمر بیعت نکرده، پسر عثمان این چیزا عمر عبدالرحمن عوف هم نکرده، پسر زبیر هم. امام حسین که خب میگه من امام خدایم، و یه حرف سیاسی هم داشت، رسمی قانونی مطابق سازمان ملل با قول ما تو صلح‌نامه امام حسن که با معاویه بود 17 تا بند صلح‌نامه داشت، یکیش اینه که معاویه حق ندارد کسی را جای خود بگذارد، بلکه مسلمان‌ها هر کس را گذاشتن، این خلاف صلح‌نامه بود، اصلا نه غلط بود، اصلا نباید باشه، حالا هر که مسلمان رو معلوم کنه تو حق نداری، اصلا به همین دلیل صلح شده تو سر کار اومدی و گذاشته. خب جدن امام هم من بود، پسر زبیر میگفتش که پسر زبیر تو فیلم مختار میدید، اون عبدالله بود، پسر زبیر بعد شلوغ کرد، بیش از نصف بلاد اسلامی رو گرفت، 8 سال و 8 ماه حکومت میکرد، خطبه خون، سکه چاپ کرد، یزید رو لعن میکرد، رومن براش اونم اینو لعن میکرد، بیشتر ممالک رو گرفت. این کوفه دست زبیر بود، پسر زبیر بود که خب مختار از دست اینا گرفت، یک سال و نیم بعدش هم باز اونا از دست این گرفتن، آخه 8 سال سر کار بود، دست بنی امیه نبود اینجا. و و و بهش گفت پسر من از دنیا میرم، پسر عبدالرحمن ابن عوف پولکیه، هر وقتی دیدی ادعایی کرد چند تا کیسه پول بفرستی تا پولاس حرف نمیزنه، اگه دیدی باز این ورانور حرف میزنه پولا تموم شده دوباره پول بفرست، چاره ایش. گفت پسر عمر ترسوه، هر وقت دیدی سرصدای میکنه یه تشریح بری یه مدت ساکته، باز دو من این پسر زبیر یک روباه مکاریه، هر نقشه بکشی او برخلافش میکشه، از هر سوراخی بری از این سوراخ دیگه سردرم، اینو باید درگیر بشی باش، همجور هم به اون آخرش نموفق هم شده، ولی پسر با حسین در نیفت، حسین وقتی فحشت میده بیشتر از اون تعریف بکنه ازش، وقتی قافله های تجاری تو رو غارت میکنه، امام حسین قافله های زکات که میرفت چند تاشو غارت کرد، گفت مال منه گرفت، وقتی زمان معاویه وقتی میبینی قافله های زکات رو غارت میکنه میگیره چند برابر باز برفس براش، بگو هرچی شما امر کنید، امر میفرمودید خودم میگفتم براتون میآوردم. هر وقت دیدین روابط داره کدورت میشه تو زنده کن، و هر وقت هم روابط خوبه نگهش دار و تا آخر عمر در نیفت با حسین. این نمیفهمید چرا؟ این گوساله نمیفهمید، معمولا بچه حکومتی ها نمیفهمن، رضا شاه اگه 10 برابر آقای خمینی رو بشپا میشد همه روز اول با چکمه خوردش میکرد، این پسر هم نمیفهمید اینو، این نصیری میگه بله آقا امن و امان و فلان و فلان، نه آخرش بلوسن، همیشه حکومت ها اینجورن، نفرهای اول فهمیدن، نفرهای بعد شکست میخورن، تو مردم نیستن اونا پیروز میشن، والله خیلی قیام کردم مقابل رضا شاه تو کاراش، رفت تو شعب لازم آقای مجتهدین بود، انقدر با چکمه زدش که کشتش اومد، اونا نمیساد نامه فلان میرم کیو این پسر قرم میرم میزد میکش برمیش این همش این نامه بنویس فلان اینجوری بخوام نمیفهم بچه دربارن دیگه، خب متوجه نیستن دیگه چه خبره، گوی نمیفهمیدن چی، تا سر کار اومد نامه نوشتش که این چند نفر که بیعت نکردن یا بیعت ازشون بگیر یا سراشون رو برفس. حاکم مدینه استعفا داد، گفت بابا تو گردن کلفترست تو جورت نکردی کار بکنی، چی سر برفش میگه هندونه هست بدم سرشون برفسم،
تکون بخورن، مدینه به هم ریخته است، اینا نفرات دارن، اعضا دارن، چی دارن؟ استفاده داد رفیق، این نفر دیگه گذاشت، مروان گذاشت سر کن دیگه. حالا تاریخ ها رو بخونید، اون امام حسین خواست چه و چه که حالا چی شد چی شد، آخرش امام حسین شبانه گذاشت رفت مکه، میخواست به زور بگیره، اونم هم فرار کرد رفت، اون هم نبودن. حالا با بندی بلوش گفت پسر این رئیس جنگ، اون کسی که رئیس جنگ معاویه بود، خیلی آدم شجاعی بود، مثل مال کشتر هست دلی، اون گفت این بیعت نکرده با تو، به محبتی که به من داره، به محبتی که به حکومت بنی امیه داره، به محبتی که به سنی داره، نه به علی. میگه آخه این بچه من چی گوش به حرفش بکن، بهت بگم چجوری از این بیعت بگیر، جنازه منه که میبری دفن کنی، این خیلی آدم گردن کلوتیست، خیلی هم خودنمایی داره، خیلی ماویه چاق بود و هیکلش دور شد، بگو او بدن منو تو قبر بذاره. میکنه لباس دار میرو بولم میکنه مثل متعکل، خیلی تو قبرم گذاشت، بگو که بندای کفن رو باز کنه، اون حالا مثلا احترامش کن، مرده رو تو قبر میذارم، بنده کفن باز میکنن، صورتش رو خاک میذارن، همه میکنن. گفت در این حالت 20 نفر شمشیر زن قبلا آماده داشته باش، مخفیانه کاملا، تا رفت تو قبر سرش خم شد، شمشیر بیاد بالای قبر، لختم از شو بی لباس، بی کفش و بی عوامه و بی لباس، تو دیگه تو کفش توی زندان با کلا خود و شمشیر و نگزه و گرز که نمیرن که تو قبر، بگو یا بیعت کن یا شمشیر است. و واقعا تیکه تیکه میشد، شمشیر زن بودم لباس دادم، بری گویا با من بیعت کن. خم شد یک لحظه زد توش که معاویه، گفت تو یادش دادی، و دستش درست کرد بیعت کرد اومد بیرون. گوه این گوساله آخر بود، این چیز نمیپنیم، تو یادش راست میگه، گوه تو یادش دیده، اگر نه جور دیگه این نمیزه، ببین چه خبر بود، دنیا اینجوری داره میکسر، این اوضاع احوال بر شما. حالا باز دومار شما کار خدا رو بر چه کارش میخوایی بکنی خدا رو؟ معاویه دهکده بود اطراف شام، مسیحی نشین بودن، او هوای خوبی داشت، مشروبات خوبی داشت، میرفت اونجا مشروب خوری و این کار، هم کاری که الان داره همینا میکنه، این فهد بعد هم کار. اون دختره که داشت پذیرایی میکرد توی اون جناب خلیفه، اون دختره مسیحی خیلی زیبای عجیب غریب بودش، پذیرایی میکرد، معاویه خواستش، گفت بیاد زن من باشه دربار، بیاد که حال شهادتی هم بگو بشه زن. این وقتی آمدش در گوش معاویه گفتن ببخشید حاملم هست، حالا کدوم بعد یهودی تو این عرق فروشی اینا فلانش کرده؟ گفت میخاله باش، یزید باباش معاویه نبود، ننه حامله اومدش و هیچ شباهت هم به معاویه نداشت، اینا هم بوده، همه میدونستن، همه درباری هم بزن، خود معاویه هم ولد زنا بود، خود معاویه باباش ابو سفیان بودش، چون چند نفر زنا کردن با ننهش، این قیافه ابو سفیان. شما تو اون فیلم امام علی تاریخ ها اگه ندونید نمیفهمید چی کار میکنن، تو فیلم خاص معاویه ابو سفیان و چهار تا شاهد شهادت دادن که دو داداش منی، چهار تا شاهد دادن با ننه تو چیز ابو سفیان زنا کرد، داداش راست میگفتن، دو همطور بود، خود معاویه هم پسر همین چیز بودش، نبود پسر ظاهرن امرو آسینا بودش، اون زنا کرده بود، آخه ننش فاحشه بود دیگه، قیافش هم مثل معاویه نبود، ببخشید غلام داشت معاویه، اون غلام زنا کرد، خیلی قیافه اون غلام بوده معاویه، میدونستن همه تو تاریخ هم هست، خودش هم ولد زنا بودش. این که تو شعرها امام حسین میفرماد که ولد و زنای پسر، ولد و زنا از من بیعت میخواد، قد رک زنی بین اسنتین از سلت و زله ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، این ولد و زنای پسر، ولد و زنا منو بین دو کار مخیر کرده، یا ذلت یا شمشیر، حیات من نزله، نه من شمشیر، ذلتی نیست، میگن جنگی ورچی مخواد باشه میکن باشده باشه. این که میگه دعی ابن الدعی یعنی ولد و زنای پسر، یعنی یزید ابن مخواد. حالا اینجوری باید شده عبید الله زیاد هم ولد زنا بودش، خود ابن زیاد ابن ابیه انقدر با ننش زنا کرده بودن که نفهمیدن باباش کیه، عایشه گفت زیاد ابن ابیه، زیاد پسر باباش، حالا که میخواد باشه اخش حواست نیست اسمان میگوید زیاد ابن ابیه باشه، اینم عایشه گفت زیاد پسر باباش، حالا که زمان جاهلیت بود، هر که برکه
عرضم بر این که ببینید اوضاع احوال اینجورا داره میشه. او وقت این حالا آمده به سرکار رو بونسه. این خانم مسیحی از نطفه این یزید، ببخشید زن معاویه که نه، چیزش پسر خود یزید بگم، زدید زنی داشت، زنش پسری زایید، اسمشو معاویه گذاشت، بهش معاویه سالی میگم. سنش هم تا چی بود؟ بالا بود، کم سن نبودش. معاویه که رفت، یزید که 3 سال بیشتر نبود، یزید در حال مستی میگن مرد و چفر. بعد معاویه هم وصیت کرده بود که تا قیامت اولادای من باید حکومت کنن در اسلام و اولادای علی تو وصیت نامش هست، ذلیل اینا باشد، اصلا متنش هست تو وصیت. فقط همین پسر داشت، یزید هم یه دونه پسر داشت. اینم شیعه شدش، شیعه 12 امام. این مردی که میره قرارداد میبنده چه پلان هم فهابینا، یکی فردا شیعه بشه، شیعه راستوسی ها، بگو من تحقیق کردم، من شیعه هم و مقلده های خامنم میخوام این به این واضحی. این رسمن وقتی سر کار اومد رو منبر گفتش که خدا لعنت کنه ابو بکر ابن ابی قحافه رو، ده جمع مثل اینکه این شاه بگه خدا لعنت کنه امریکا رو، مثلا خبیل بکر خدا لعنت کنه عبرخه گفت، و عثمان رو و جدم ابو سفیان رو و جدم معاویه رو و پدر ملعونم یزید رو. حق با علیه، الان علی ابن الحسن امام زمانه، این حکومت مال اوناست، اینا همه قصبه، ما شیعه 12 امامی هستیم. گفت صاف، گفت 11 شبانه روز رجال بنی امیه نصیحتش میکردن شب و روز، اینقدر دانشمند بودم برای جواب میداد، دیدن چاره جز این که بکشندش نیست، کشتندش، قضا مسمومش کرد. معاویه هم دیگه نسلی نداشت، من مروانی ها سر کار اومدن، این مروانی ها پسر عمو بودن، بعد مروان اومد که 3 سال و بعد بنی مروان، عبدالملک مروان. بله سن دوم رو داشت، بله عبدالملک ابن مروان زن یزیدی را به اون مروان داشت ازدواج کرد و تعهد هم داد که به اون مروان من به صلاح وقتی ایشون بزرگ شد، بله معاویه ثانی قبول نکرد، ولی گفت من به این یزید وقتی اون من بزرگ شد من به ولایت به اون مروان خودم میپذیرم، بعد که به اون مروان بزرگ شد رضیه به اون مروان خودش قبول نکرد. ببینید اینا تو وقتی واقع میشد خیلی تعجبه تو تاریخ ها. این اخوی ما آقا مسعود میگفت رفته بودم شام، قبرش هست، میرن شیعه ها زیارت میکنن، گفت کسی عربی فارسی پرسیدم معاویه جید خوب، گفت معاویه دید قیافه من ایرانی هم، گفت خوب عربی اون جید یعنی خوب یا اون بد، گفت نه خوب، معاویه هم قبرش هست، اون تا شیعه ها رفتم مثل کسات کردن درش قرف بستن، هر کم میان اونجا خادم میکنن روز دوم سوم سرطان میگیره میره، کسی جور نمیره خادم شد، شیعه هم رفتن کسات کردن نمیزنن برنده بس هست در رفت شد، اونو میرن زیارت میرن، گفت برد منو این کوچه اون کوچه مومنن قبرش زیارت من مافی ثانی رو همین که گفت امام زیر نابدین دنیا رو ببینید چه خبره. آقا مگه ابوبکر خلیفه سنی ها نیستش؟ هم پدر شیعه 12 امامی بود هم پسرش، پدر ابوبکر شیعه بودش، این ابو حافه بودش، این وقتی اینجا مدینه مکه بودش پدرش، وقتی باش بیعت کردن تو مدینه نامه نوشت که مردم با من بیعت کردند و شما قبول داشته باش که من خلیفم، نوشت پسر تو قدیر علی رو پیغمبر خلیفه کرد، بیعت کردیم تو خودت هم بیعت کردی، پس اون چی میشه؟ نامه نوشت آره علی چون جوون بود من مسن‌تر بودم مردم منو انتخاب کردن، جواب نوشت احمق خب من مسن‌تر از تو هم من خلیفه کنن، اگه به سنه خب من باید بشم که باباتم، نه از گوش نگرد چه قشنگ حواسش نبود، گفت من چون مسن‌ترم، نوشت احمق خب من باباتم منو باید خلیفه کنن، من سنم که بیشتر نه آخر زیر بار نره. پسرش محمد ابن ابی بکر اینقدر پسر خوبی بود که امراض کشتش، بعدم که کش جنازش کرد تو شکم یه اولاغیشی که برای خالی کن آتیش زدن با اولاغی که آیشه همینه میخواست انتقام بکشه. این هم شیعه 12 امام، دنیا میبینید چه خبره چه جوری، خدا حجت تموم میکنه، حالا کسی عقل فهم آقا بود، بله
خودت فکر بهش نمیخوای بری. من تو قبر بذارم دیگه، تو قبر کیه غیر از خدا؟ اینجا هم غیر از خدا کسی نیست، آخرت هم همین. وقتی حقیقتی مسلم میشه زیر بار نرفتن نمیشه، قبول نکردن نمیشه. میگم شما هم اگه چه گناه کردیم شب بسیدون بشه. اللهم صل علی